جان، سرویس اومد. آخه نمیدونم چی بپوشم. شب جشن عروسی والا حضرت یه پیرن خوشگل شب تنت بود. کدوم میگی؟ همون دکلته دیگه، پیش سینش سنگ دوزی داشت. کجاست پس؟ گذاشتم رو تخت، همونه بپوش، خیلی شیکه. ساعت 7 دیرتون نشه سرور من، ناشتایی رو میز منتظره. اینا میگی؟ آره ببین چه شیکه. این که همون رو پوش کنه پارسالیمه. چشه مگه؟ من دوست ندارم. ابا مگه تو روزنامه نخوندی؟ وزیر آموزش پرورش گفته همه ی رنگا ممنوع غیر از خاکستری، سرمه‌ای، قهوه‌ای، مشکی. آخه هم رنگه. رنگ دیگه ی هر کس تنش کنه تو مدرسه راش نمیدن. چنگول چیه؟ زیپت گیر کرده؟ نه بابا، من مامانم، بابات هنوز خوابه. زیپت اگه دوباره گیر کرده زنگ بزنم 110 گروه امداد بیاد کمک. نه مامان نه، الان میام. پس دیار لابه شریفی نیم ساعت راه افتاده، الان نگوه میزنه. قربون اون تیاره گفتنت برم من. نیست که امروز روز اولیه که شاست خانوم، منگول خانوم دارن تشریف فرما میشن برم مدرسه. گوشت با منه؟ آقای شریفی قول داده با اون لیموزین مشکیه بیاد دنبالتون. چی؟ لیمو چی؟ تو همین 4-5 ماه تابستون که مدرسه ها تعطیل بوده یادت رفته لیموزین چیه؟ اون ماشین درازا دیگه که از بیرون شکل کشتی هستن اما داخلشون عین کافی شاپه. وقتی رسیدین جلو در مدرسه از ماشین بیرون نپرینا، صبر کنین تا آقای شریفی بیاد پایین در ماشین باز کنه. کتاباتو چرا گرفتی دستت؟ دیوانو دستمالت کن. تو جیبم. چرا نمیذاری تو کوله؟ کوله چیه؟ مال بچه‌هاست. پارسال که عاشقش بودی. کوله به این قشنگی. باشه مال تو. مرسی، خیلی ممنون. عوضش یکی از اون کیفهایی برام بخر که قفل رمزی داره. سامسونیت؟ آره، قشنگ نه؟ هم شدی لنگه بابات. اگه بهش نگفتم؟ قاش میکنه برات وقتی بشنوه. یلا به جون. چش سر من قول میزنی؟ به اون قرتی بگو به جون به. بگی وسیله هاتو برس توش. نماینده سامسونیت تو خاورمیانه بابا جونته، نه من. وقتی برات خرید اون کوله میشه مال من. مگه میخوای به این مدرسه؟ بر نزن اینقدر. چه ریخت و پاشی. پوشو بپوش دیگه. پوشیدم. این چی آخه؟ من نمیرم مدرسه. پیرنت خیلی شیکه مامان، اما حیف. همین روز اول میخوای بیرونت کنن از مدرسه؟ من نمیرم مدرسه. خیلی خوب. بودو مامان، آقای شریفی اومد. تو خیلی زبری مامان، اما زورت به من نمیرسه. یا بلون با مامان یا حرف بزن. کوله بی کوله. غلط کردی. بردار نهارت هم بذار توش. بازم کتله؟ نه استیک. یه جور هر دوتاش؟ نه مامان، این استیک با گوشت گاو امریکایی، اونم بیف استروگانوفه با گوشت اسب روسی. ناپلون یادت عاشق گوشت اسب روسی بود؟ اینو پس بده ناپلون بخوره. من گوشت گاو امریکایی دوست دارم. تا آقای شریفی نرفته بپر نگهش دار تا منگولم بیاد. صاحب کن پسر، دسر یادت رفت. بیا مامان، اینم یه دونه موز سبز سومالی. این چه کاله؟ تو بری مدرسه اینم رسیده زرد زرد میشه. شنیدی منگول؟ آقای شریفی نیا دیگه داره فوش میده. بپوشون رو پوشته. تو ماشین میپوشم. ببین من به خانم مدیرتون قول دادم. منم قول میدم. برو سریت. اینا هاش. بکن سرت. تو ماشین. گل. گل. خانم فرشته وحدتی،
باز چی شده؟ هیچی، سهم من یادت رفت. سلام آقای شریفی، چه ماشین شیکی داری؟ چطوری آتیش باره؟ صبح بخیر سرور من، شما کی بیدار شدین؟ وقتی جونتو داشت میومد تو حلقت. چه روز عجیبیه روز اولی که یه بچه میخواد بره مدرسه. کاش دخترت دیده بودی، طفلک گوگیجه گرفته بود چی بپوشه. اول صبحی عجب کیارتی رو انداخته بودی. تو باید نویسنده میشدی باجو. مطمئنی؟ جونتو جدی میگی؟ شک نکن به حرف. تو از هیچ بلدی همه چی بسازی، این نویسنده از همه اون چیزایی که تو زندگیت نیست یه دنیای راست و سکی میسازی، یه دروغ راست و سکی. پیش بچه ها رو یا اینقدر خیال بافی نکن، دیگه دارن همه چی رو قاطی میکنن، شدن این بچه های خول، گیج، منگ. حالا که چیزایی رو ندیدن و نخوردن یا خودشون ندارن، اگه با زندگی عیونی آشنا بشن چه اشکالی داره؟ وقتی بزرگ شدن میخوای مثل من تو عقده‌ای بشن؟ این روزنامه امروز صبحتون، این پیش دستیتون، کاردتون، چنگالتون، این قبض برقتون، این آبتون، این تلفن، اینم یه نامه از مدرسه که دیشب انداختن پشت درتون، نون برشتتون، کرشورتون. خاویارتون رو با چی میل میکنین سرور من؟ با لیموتوش؟ چیز زیاد شده پول تلفن. چای بدم یا قهوه یا نسکافه؟ قهوه‌تون با شیر شکر باشه سرور من یا با عسل؟ من امروز نسکافه‌مو نمیخوام، قهوه با عسل و شیر شکرمو نمیخوام، کرشورمو نمیخوام، آب میوه‌مو نمیخوام، مربام که اصلا، نه توت فرنگی، نه آلبالو، نه پرتقال، نه زهرمون، فقط چای. با قند یا با شکر؟ قند حبه دوست دارین سرور من یا قند کله؟ تو که عاشق زندگی عیونی هستی، چرا زن یه نفر نقشه کش شدی؟ 10 سال پیش بعدی نمیپرسیدی، یادت نبود نه؟ خیال میکردم بلدی نقشه پول بکشی. خدا همه چه چک و چونه ای داده به تو. قربونش برم، همه چی داده به من غیر از پول. آه، انگار اومدی سر اصل مطلب. کی حرف پوله میزنه؟ من دارم از بی پولی حرف میزنم، نه از پول. بله، حرفی که میزنی پول توش نیست، اما آخر سر هرچی میگی بوی پول میده. پول، پول، پول. قربون اون پول پول گفتنت برم سرور من. هر روز بیا انقدر پول پول بکنی تا بلکه یه روز پول دار بشی. میشیم میگی؟ آده های گربه کسی عابد نمیشه. بری تنهای امتحان. دخترت بزرگ شده، رو پوشش بد رنگه، تنگ براش، نمیپوشه. کوله پسرت کهنه شده، سر من غر میزنه. من خودم هم التماس دعا دارم. منظور؟ هیچی، آخه این کیف زبون بسته تو شده عین چاه آبادی ما که همه آب میکشن ازش. حکمت چینیه این؟ نه، یه مسئله امریکاییه. تو اون کیف هرچی هست در بیار، آروم بذار و میز، بعدش دست بالا رو به دیوار. که چیزی توش نیست. شلیک نکنی. نه ترس، پولته میخوام، نه جونت. پول میخوای چی کار؟ نگو میخوای چی کار، بپرس چقدر. چقدر؟ نمیدونم هنوز، امشب میگم. این سویچ منو ندیدی تو؟ چرا، اینجاست. ورد بس بیارش. این سویچ تو سرور من، امروز سویچ منه، نه سویچ تو. کیف این بسره چرا افتاده پشت ده؟ کلک زده، تخمه جمع بند کرده به کیف سامسونی. غلط کرده،
چاه آبادی شما آب نداره، خشکیده. سلام سوسن جون. سلام سوسن جون. سام سلام آقا. سلام بابا. بچه‌ها فکر گرم و سرما نیستن، تقصیر توه، باید حواشو داشته باشی. آره ولی عمر من جوری داره میگذره که انگار اصلا زندگی نمی کنم. یا شایدم دارم خواب میبینم. سام شما دانشجو هستی؟ نه آره نمیدونم شاید. شما جدیدی هستی؟ نه من رویایی هستم. ترم چندومی؟ یه ترم بیشتره مگه؟ چی میخونی؟ نمیخونم، میخوام نوشتن یاد بگیرم. ها کلاس فیلمنامه. پس بودو برو سر کلاس، کلاستون شروع شده، استادتون تا میره تو دره میبنده. کجا باید برم؟ از این در برو، ته راه رو برو 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 تا برسی به کتاب خونه. البته جلسه اوله، برو شاید رفتی تو. آری من بارو چشم خیش آن پیامبر پیر خسر زنده را دیدم که اصاب دست از کوچه ها می گذشت و هرگاه ما کودکان به تنه و رو بانگ می زدیم. ای خیر چه می خواهیم؟ زیرابی خفه شو. پاسخ می داد می خواهم بمیرم. نه رو بابا رات نمی ده. برای نوشتن بگید خودی دنبال موضوع خوب نگردیم. موضوع همه خوبه. موضوع بد اصلا وجود نداره. نویسنده بد زیاده. ایده های خوب، ایده های خیلی ساده هستن. عین زندگی خود شما. اشکال در اینه که به خاطر همین ساده بودن خود ما گاهی باور نمی کنیم که خیلی خوبن. اجازه؟
خیلی ممنون. قربانتون. قربانت. زحمت کشید. جان نگی من گفتم. نه علی جون خیالت راحت بشه. قربانه. بو میاد. ندید بگو بویه چیه؟ یه عطر زنونه اما نه مال من. بوی عطر جگر سوخته منه. وای جهان چی شده امشب بلخرجی کردی؟ نویسنده این متولد میشود. تولدت مبارک. بیمزه. کی بهت گفت؟ سلام سوسن جون. زنگی خبرچین. من خودم بهت نگفتم که یه روز تو روزنامه ها بخونی. سلام بابا. تو بیداری؟ تولد کیه؟ آگاتا کریستی. کی؟ آگاتا کریستی ثانی. تو نمیدونی که بی سواد؟ این دستگلم برای او خریدی؟ نه بابا، میخوام بدبختیمونو جشن بگیرم. چی شده؟ مامانت قبول شده. کجا؟ مدرسه؟ برو بخواب فضول. صبح زود باید بیدار شیم. نمیدونی چه روپوش خیلی داری باشیم. گلا رو من میذارم تو گلدون. تو یه چیزی کلپل کن بخورم پشنم. کنیز پارسالی رنگش سیاه بود. دیگه با هم دیگه دیگه با هم مدرسه میرم از فردا. شنگول و منگول و رویا. حلاج بابای خورندی بادنی 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 مختاری بادنی بولنده جعفر بولنده بهرنگی بشکه مختاری بادنی بادنی. خب این دوره‌ای که می‌بینین یه دوره فشرده و کوتاه برای آشنایی شما با فوت و فن فیلمنامه نویسی. به خاطر محدود بودن وقت من نمایش فیلم رو از برنامه این دوره حذف کردم و از شما خواستم همه فیلمایی که دیدین، کتابایی که خوندین فراموش کنین و در عوض به عنوان اولین تجربه دست روی موضوعی بگذارین که از زندگی خودتون بجوشه. امروز یک باره اتفاقی افتاد که تصمیم من عوض شد. به جای حرفای قبلی به شما توصیه میکنم این فیلم رو با دقت و صبر و حوصله ببینید. حاجی آقا آکتور سینما اولین فیلم بلند در تاریخ سینما ایرانه. با اینکه 68 سال از ساخت اون میگذره هنوزم مهمترین فیلم سینما ایرانه. سازنده اون آوانس اوگانیانس یک جوان ارمنی بود که در روسیه سینما خونده بود.
68 سال پیش یک روزی مثل امروز این فیلم در سینما رویال تهران در لاله‌زار که به روی صحنه آمد، همزمان با او در یکی از خیابان‌های تهران به اسم امیریه من به دنیا آمدم. این طرح تو جان جون تو اینجا یه کار قبول شده به نظر منم خوبه، همه چیش خوبه به غیر از ارتفاع این دیوارا و حصار اطرافش. 4 متر ارتفاعشه. خب گفتم کم. آقا فکر مسائلش هم بکنی، ما 1 متر بلندتر میگیریم چون تا با سیم خاردار هم سبکه هم غیر قابل عبور. شب بخیر. شب بخیر. جان جان خدا قربونت برم. حیف شد رویا نبود. حالا انشالله که اتفاقی براش نیفتاده. شب بخیر. شب بخیر. به سلامت. حالا تشریف داشتین رویا بالاخره هر جاش پیداش بشه. این زن تو عین دختر سعدی. رفتنش با خودشه، اومدنش با خداست. رفتار با زنها رو باید از جهان یاد بگیری. انگار نه انگار که رویا خونه نبود. من یه نصف روز خونه نباشم همه تون میمیری نگوشنیکی. امشب به اندازه کافی سخنرانی تو کردی نکردی؟ کمت بود؟ خب در حرف دلتو بزن، چرا ویراژ میدی؟ ویراژ چیه؟ خب روزا سر کاری، شبم تا میام تو کلام باهات حرف بزنم و خستگی خوابت میبره. خب چه بهتر. آره جون تو، این که وقتی میخوابه همه خواب میپرن. خورخور چیه؟ خورناس. علی تو به جای سوسن جون باید با هلن کلر ازدواج میکردی، هم لال بود هم کر. آره اما خیلی دیره، هلن کلر خیلی وقته که مرده. حیف شد و ایلا چه زن شوهر خوشبختی میشدی. علی بریم. موسا، تولدت مبارک. ممنون، مزاحم نمیشم. دیر وقته، من شما رو میرسونم. راه من خیلی دوره. ته دنیا که نیست. نه، ولی اون دوره براست. چه راه خوبی، پس بفرمایید. اینا خودش اومد. چرا نمیدی من باش حرف بزنم پس؟ بیا با مامانت حرف بزن. میخوام بدونم تا این وقت شب کجا بوده آخه؟ داره میمیره دلشوره، چرا انقدر دیر کردی؟ مگه من کف دستم بو کردم که جناب علی یه گله مهمون دعوت کردین؟
با همشون اومده بودم به تبریک بگم. من فکر کردم اینجوری بیخبر سورپریز میشی. اگه نفری یه ریشتر حساب کنی 10-12 ریشتر زلزله زده به این خونه. گند زدی. یه ماشین رو بذار تو پارکینگ بچه رو میرتی. سلام عزیز. تو حالت خوبه؟ آره عزیز، فقط خیلی خسته هستم. دعوا کردین؟ هنوز که نه. چطور مگه؟ تو واقعا خوبه خوبی؟ تو چقدر یه حرف تکرار میکنی ماما؟ این همه مهمون دعوت میکنی بعد خودت یادت میره بیای خونه؟ اول جیش مسواک بعدش خواه. من که قرار نبود واسه همون قصه بگی. بودو برو لباس تو عوض کن. مامان من خیلی خستم، بعد بهت زنگ میزنم. دختر من میخوام بدونم تا حالا کجا بودی؟ سر کلاس، درس و مخش داشتیم فیلم میدیدیم. ما هممون مردیم از دلشوره. تو نشسته بودی فیلم میدیدی؟ اکابر رفتن که دیگه این همه دنگ و فنگ نداره دختر. برای بازجویی الان خیلی خستم. بعد از شستن ظرفا و رفتن خونه و آب کشیدن خلا و خوابوندن بچه ها میام بهت زنگ میزنم. دختر تو دیگه 33 سالته، دو تا بچه داری، بشین به خونه زندگیت برس. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای ما هیچ کس خدا نبود. یک بزی بود زنگوله پا، 3 تا بچه داشت. اسم پسرش شنگول بود، اسم دخترش منگول. خانه آنها از دهکده دور بود، در کنار کوره راهی که به بیشه می رفت. توی این بیشه بزرگ گرگ خونخوار لانه کرده. پس سومی اسمش چیه؟ نگفتی؟ چیزی ننوشته اینجا، اسم نداشته لابد. پس چجوری صداش می زدن؟ لابد کسی صداش نمی زد. مگه میشه؟ هنوز تو شکم مادرش بوده لابد. مثل بره تو دلی که اسم نداره. تو بودی اسمش چی می زاشتی؟ شنگور. دست گل. گل چیه تو هم؟ انگور. انگور؟ حبه انگور. بزن زنگوله به پا که 2-3 بار گرگ خونخوار را اطراف خانه دیده بود از ترس جان بچه ها به آنها میگوید بچه ها در از صبح تا غروب که میرن بیرون باید بگردم دنبال نیست که پارسال خوش سالی بوده امسال تو صحرا وقتی من خونه نیستم نبادا گول بخوریم در رو کسی وا بکنیم. اگه وا بکنیم چی میشه؟ هیچی، گرگ خون خواب که همیشه همین دور رو بره هر دوتا کنو زنده زنده هاپ و هاپ و هاپ. بوسی زنگوله به پا با بچه ها قرار میگذارد که هر روز وقتی از صحرا برمیگردد تق تق اول 2 مرتبه در بزند، بعد با صدای بلند بگوید منم بوسی زنگوله به پا، 2 شاخ دارم توی هوا، 4 سوم دارم روی زمین، ننه شنگول ننه منگول در رو من با بکنم. گرگ خونخوار که در گوشه پنهان شده از قول و قرار آنها با خبر میشه. با دم درازش بشکن میزند و به لانه خودش برمیگرده. صبح زود از خواب بیدار میشود، به بازار دهکده میرود، یک زنگوله میخرد. دم غروب که هوا تاریک میشود زنگوله را به پا میبندد و مثل بز زنگوله به پا جرینگ درینگ جرینگ درینگ راه میافتد تا میرسد به پشت در. تتق تتق یه بذار من بگم چه فرقی داره. بیا حالا قرار تتق تتق یه در میزنه. منم بز زنگوله به پا، 2 شاخ دارم توی هوا، 4 سوم دارم روی زمین، نان شنگول نان منگول در رو من بابا. شنگول و منگول به صدای کلفته و شک میکنه. شنگول از داخل خانه میگوید اگه راز میگی با تو بیار بالا ما ببینی. گرگ خونخوار پای زنگول دارش را هوا میکند. شنگول که از سوراخ کلید به اون نگاه میکرده گول میخورد و تا در را باز میکند گرگ خونخوار جست میزند توی خانه و هر دوتای آنها را
زنده زنده این چه بساطی امشب دیگه؟ دارم براشون قصه میخونم. پس اینا چه مرگشون رو جیغ میکشن؟ آخه خب قصه رسیده بود به جای ترسناکش. یا خدا یه عقلی به تو بده یا یه پولی به من که خرج دوا درمونت کنم. آمین. اف که صبح زود بعد برم سفر. به خیر گذشت. بیا بیرون. بپرین تو تخت. پس بقیهش. بقیهش فردا شب. تا آقا گرگ زنده زنده هر دو تاتون رو نخورده برین زیر پتو. شب. چه بی خبر؟ کجا انشالله؟ کار اون ساختمون داره شروع میشه. یه دو سه روز بعد برم جزیره. کمک نمیخوای؟ تو عمله هستی یا بنا؟ هیچ کدوم عزیز، نه عمله نه بنا. بار سفر که بلدم ببندم. حمال نمیخوای؟ نه مرسی، خیلی ممنون. هنوز میتونم دست پای خودم جمع کنم. شکر خدا. تو جزیره میگن جنس قاچاق زیاده. واسه این زبون بستا یه چیزی سوغات بردار بیار که اینقدر ازت نترسن. من اونا رو میترسونم یا تو؟ با این قصه های خاله زنکیت از این بچه ها دو تا بزغاله یه ترسو ساختی. واسه این بابایات میگه چی بیارم؟ یه ماده بز زنگوله به پای خوشگل که هر شب بهشون شیر بده اونا رو بخواب. شیر من دیگه خشکیده. یه فقره گرگ سیاه زشت خونخوار اگه براشون بیارم چطوره؟ تو جزیره یه همچی گرگی پیدا میشه؟ هر جا که بز باشه گرگم هست. چی میگی؟ این زیر پوشای من کو؟ تو کشا نیست؟ نه تو هیچ کدوم نبود. لابد جای دیگه است. مثلا کجا؟ تو هموم لای رخ چرکا. یه چند تا تیکش پشو بشور. نمیتونم، من مخش دارم. خانم اکابری، شاگردی که مخش داره سر شب میاد تو خونه میشینه پای درس و مشقش. آخه دلم سوخ اوسامونو بردم رسوندم. خونش ته دنیا بود. تو راننده آژانس بودی یا تاکسی نارنجی؟ من یه شاگرد بی سوادم که بلد نیست قصه بنویسه. آگاتا کریستی دوم پس کی بود؟ تو نبودی؟ نه جونم، عوضی گرفتی. من رویا رویایی اولم. فردا هم نوبت منه که ترهمه بخونم سر کلاس. تو چاخان پاخان که تو ماشاءالله متخصصی. یه چیزی به هم ببافت دیگه. بوسای ما آخه از قصای بافتنی بدش میاد. تو رای خونش پس لابد یادت داده چی بنویسی؟ آره، حقیقت. چند سال رخ نشستی؟
اگه هم میشستم کجا باید پر میکردم؟ تو بارون؟ من امشب تا دلت بخواد کار دارم. عوضش نه جوراب تمیز دارم، نه زیر پیرن، نه تنبون. یه چند تو تیکشو پروشو بشور بلکه تو صبح خوش بشه. دست به دست هم دادیم من نرسم به کلاس. چتونه شما ها؟ چکره آقای شریفی آتیش گرفته. بایسا ببین من چی میگم، دیرم شده. بگو عزیز خانم. دارتون گرمه، بی خودی گاز روشن نکنی. چی باختیم؟ سینه قرقاول با سس پرتقال. به به، دیگه چی؟ بیا اینم دسر، یکی یه دونه انبه. به به چه بویی میده این انبای هندی. اه بازم خرمالو. اونو خرمالو گفتنت برم. یکی یه دونه موز سومالی براتون میذارم که دعواتون نشه. اما من برنگشتم سراغ تلویزیون نرینا. تو تنهایی میترسم از ریخته این هنرپیشه های گر و کور و کچلش بترسی. تلویزیون نر، بیرون نر، دعوا نکن. پس ما دوتا چی کار کنیم؟ درس عزیز دلم، تو از زندگی خسته شدی بچسب به درس و مشق. چند تا؟ سهم من؟ حالا بگو مامان، چی کارم داشتی؟ در حیات خلوت قفله، مبادا این در رو کسی باز بکنی؟ کسی اگه در زد چنگول چی میگه؟ میگی مامان بگم. اگه در زدم بذار شنگول جواب بده. وقتی بابا نیست این مرد خونه است. میگیم مامان اون تو همومه، درم قفل. شما کی هستی؟ قربون اون همون گفتنت برم مامان. رمز اگه یادت رفت پشت در برات نوشتم. سلام سوسن جون. نه جونم. ببین دلخور نشو، من مدرسم دیر شده، شب بهت زنگ میزنم. بابا اگه اومد چی؟ گمونم فردا بیاد. خودت چی؟ راست میگه، از کجا بفهمیم تو تویی؟ من کلید دارم. کلید دارم. باید در بزنیم. خیلی خوب باشه. تتق تتق.
چه در میزنه؟ منم بازه زنگوله به پا دو شاخ دارم، توی هوا چار سوم دارم، روی زمین بچه تو رو خدا من دیرم شده برده. کسی اگه در زد رمز یادتون نره. خیلی خوب مامان، باشه. اون لباسا دو روز اینجا پهنه، هر کی مال خودش رو جمع بکنه. امروز انگار غایب بودی، چرا؟ دیر رسیدم. وضع من با اونای دیگه آخه یکم فرق میکنه. تو خونه من دو تا بچه دارم. نویسنده‌های تازه کار وقتی بر میخورن به بن‌بست عین تو حرف میزنن. چته؟ میترسی از نوشتن؟ نه، میدونم که میتونم. تو قصه‌ای که داری مینویسی در موندی؟ شاید. گمونم برای کار اول رو چیز ناجوری دست گذاشتم. ای به من نمیدونم از کجای کاره. وقتی قلمه برمیدارم میشینم روبروی کاغذ، انگار یخدون مادر بزرگم خالی کردم. نمیتونم دوباره جمع و جورش کنم. هر جوری میچینم میبینم باز یه چیزی مونده بود. اینا رو به دکترت گفتی؟ نه، هنوز کارم به اونجا نکشید. از وقتی سر کلاس من میای دوچاره این مرض شدی؟ سر کلاس بالاخره یه چیزایی پیدا میکنم که دوای این مرض بشه، اما وقتی میرسم خونه میبینم همه اون چیزا گم شده. شاید اون چیزی که گم شده اصلا جای خود منه. جات گم شده یا هنوز پیداش نکردی؟ نمیدونم. قبلا میدونستم آب کجاست، گل کجاست، اما از وقتی که میام سر کلاس همه چیز شده گلالود. هر کاری اسباب خودش رو لازم داره. اسباب نوشتن فقط قلم کاغذ نیست. اصل کار یه جای دنجه. حالا خیلی پاک و روشن هم اگه نبود نبود، اما جای خودت باید جای خودت باشه تا بتونی فکر کنی. اون فکر رو بنویسی تا روی دنیای خالی و سفید کاغذ یه چیزی خلق بشه. میگی نه؟ امتحان کن. یکی بود یکی نبود. این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من و تو همه چیزش اختراع شده. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوای بگرده به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوای آفتاب بشه خورشید باید بتابه، وقتی نمیخوای باید بره پشت ابرا، وقتی میخوای بارون بیاد آسمون باید بباره، وقتی نمیخوای اراده کن بهم میاد. تو یه همچی جای دنجی داری؟ منگول خودت زحمت نده از تو قفله.
چیه جهان؟ چه خبر شده؟ باز کنیم بچه ها، مامان پشت داره. با زبون رم رم زوه گو بلکه با کنم. منم بوز زنگوله به پا دو شاخ دارم، توی هوا چارسوم دارم روی زمین. اداها چیه جهان؟ من دارم از سر سکته میکنم. تو به اینا گفتی در رو من باز نکنه؟ پس در خونه رو تو له و لورده کردی؟ اگه دوز میومد بهتر نبود؟ زیر بارون چی کار باید میکرده؟ هر بامبولی که زدم در رو نکردم. تو رو مخ اینا کار کردی، از خودت بوز زنگوله به پای مهربون ساختی، اما من شدم یه گرد خونخوار. اون پسره انتر عوض که در وا کنه منو زیر شرشر بارون نگردش، نمیگه کتتو بزن بالا ببینم دنبه چه رنگیه. من بعد میرسیدم کلاس، اینا هم تو خونه تنها بودن. من بهشون گفتم در رو کسی باز نکنم. ببین چه قشقرقی براشون سوغات آوردی. مگه دیگه گیر من نیفت؟ اینقدر جوش نزن جهان، آخه تو هم قرار نبود امروز بیا. معذرت میخوام خانوم، خیلی بد ببخشید که سرزده وارد شدم. امشب اصلا بعد هتل میرفتم، صبح میومدم خونه. بول نگیر جهان، مگه تو کلید نداشتی؟ مشکل تو با کر شدن شروع شد، هرچی گفتم تو گوشت نرم. حالا کم کم انگار داره نوبت میرسه به کوری. دیدی داری من اونها تو جیبه. معذرت جون تو جهان ندیدمش، شایدم خیال کردم کلیدای ادارت. بذار این کار صاف مرده تموم بشه، یه کتاب سوزونی را بنویسم بی کیف کنم. چه آتش بازی با شکوهی. یه پیت بنزین داریم نه؟ خودم از انباری برات میارم. عوض داغون کردن در اگه یه دقیقه صبر میکردی تا من بیام چی میشد؟ آسمون رو سرت میرم بی؟ ساعت؟ ها؟ ساعت چیه؟ نمیدونم، 8 ماه. حالا کجا بودی؟ تو جان همیشه وقتی یه جد میسوزه جای دیگه تفوت میکنی. کجای شنگو؟ در اون مامان. پس کو منگو؟ مستدم. چی شده این؟ قش کرده؟ نه مامان، همجور که داشت گریه میکرد یواش یواش خوابش برد. نیست که دختره؟ تو خودت چی؟ چه پسر شجاعی؟ آخه آدم از بابای خودش میترسه؟ آخه مامان به قرآن تقصیر از خودش بود. از پشت درم گفت مرم مرم بزدم گوله با شخ دارم جون به هوا و چرزم. حالا همشه میخوای بگی؟ میدونم تونم. وقتی در زن از صدای گلفتش ما تو فهمید این طوریسی گفتی مامان اون تو همومه درم گفته کچه جو بزن بلا بیدن دومه چه رنگیه کجا دار میری؟ بالا غیرتن جهان، اون که از ترس قش کرده، اینه دیگه زهره ترک نکن. بخوابونش رو تخت. اگه جیش نداری برو بگی بخواب. این بابات گرگ خونخوار که نیست؟ انت اگه مامانت دو تا شاخ داره، اگه مامانت چهار تا سوم داره، اگه مامانت دوم داره، منم باید داشته باشم.
نگفتی کجا بودی؟ بهتر من هیچی نگم جهان. این سوال تو آخه خیلی بیخ داره. وقتی از خونه بیرون میری و دیر برمیگردی، خب من دلواپس میشم دیگه. میترسم آدم زیر بگیری، اونم بدون تصدیق. خیلی خوب باشه. از این به بعد وقتی میرم بیرون قول میدم دیگه نه سینما برم، نه کاباره، نه دانسینگ. من اینا رو گفتم؟ نه، تو زرنگتر از اونی که رو کراس حرف بزنی. اما تا یه بهانه گیر میاری، یه جوری به یه زبونی که مثل عربی، فارسی، ترکیه میخوای به من بفهمونی که دیگه نباید برم کلاس. کاباره اگه دوست داری بری برو، ولی وقتی میخوای ور بزنی پیش علی و سوسن و قوم و ریشای من نرو. دانسینگ میخوای بری بفرما، ولی حق نداری بری اداره از همکارای من پرسجو کنی. بیا، نگفتم؟ اول نوبتمون سلام سوسن جون فضولت بود که بدون من انگشتم رو چجوری میکنم تو دماغم. بعد نوبت مادرت رسید که کشف کنه ناخونش از پای من شکل منگار توتیه. حالا که به این قشنگی مثل کبک خرامان راه اداره رو یاد گرفتی. رفقات خیلی حواته دارن. تو این سفر علی اینا رو گفته؟ فرق میکنه کی گفته؟ تو با این فضولیات تو سوراخ سنبه های من داری دنبال چی میگردی؟ میخوام ببینم کی هستی. چند سال زن منی؟ 10 سال بیشتره، 12. هنو منو نشناختی؟ مگه تو منو شناختی؟ این کاری که شب و روزت گذاشتی روش، یه ویلای شخصی جهان یا یه زندان؟ من روی چیزی باید کار کنم که جلو هم میذارم، دل بخواه که نیست. بعد 10-12 سال زندگی با عمل بنا و معمار این چیزها رو میفهمم. اونی که من تو کلم نمیره یه چیز دیگه است. تو چرا به من دروغ گفتی؟ بابا من هر چی میگم تو یه جوری به نفع خودت میچرخونیش. حرفای اون شب من بابا یه شوخی بود، سر به سرت گذاشتم همینو بس. ویلا اونم کنار دریا، آخه با کدوم پول؟ من که میخرم با پول فیلمنامه‌هایی که میفروشم، هر جور شده یه تیکه زمین تو اون جزیره میخرم. قول دادم به بچه خانم رویا رویایی، من عقبم، خیلی کار دارم. به جون تو نه حال دارم، نه حوصله، نه وقت جر و بحث و دعوا. چی شده؟ زندانی های جزیره موندن بدون زندان؟ میدونی اسم اون زندان چی گذاشته؟ نه. ویلای جهانگیر. امروز دیگه رسید به اینجام. سر نهار بس که با هم شوخی کردن دیگه جوش آوردم. پشدم رفتم فرودگاه، پریدم تو طیاره‌ای که داشت برمیگشت. اینجام که نه. بوز زنگوله به پای قهرمان با دوتا شاخ تیزش اومده به جنگ گرگ خونخوارت. چی میگیم بهش تو سینما؟ خبیث؟ نه، بدمن. مرسی، خیلی ممنون. فرشب بلیتم بفروش. شب مینویسم، صبح میزنم بالای در. جنگ بوز قهرمان با گرگ بدمن. این کرم نوشتن که تو جونت افتاده از این خونه یه تماشا خونه ساخت. تماشا خونه یه جهانگیر. داد نکش بیاده، بچه ها خواب از زهره ترک میشن. من هم بازیگر نقش گرگم، هم تماشاچی این نمایش. بلیط هم میخوای بفروشم برا؟ من میدونم یه جات میسوزه، اما نمیدونم کجاته. تو اگه خودت میدونی بگو ببینم چته. این ادب و سر کلاس یادت دادن؟ حرف عوض نکن جهان. از نوشتن من تو دلخوری یا نقشت دوست نداری؟ اگه میخوای سری تو سر و در بیاری به درک بشین بنویس. اینقدر بنویس تا گندش در بیاد. گند چی؟ از چی میترسی تو؟ تو عالم هنر هر کس که قلم دست میگیره چیزی بنویسه، اول همه به شریک زندگیش به هم میکنه. اونو میذاره سر کار، آبروشو ببره. این اتاق جای امنیه جهان. هر مشکلی بین ما باشه، اگه اینجا حل نشه هیچ جای دیگه حل نمیشه. من امشب میخوام از یه چیزی حرف بزنم که تا حالا نگفتم. بهت بر نخوره. تو جهان یا مثبتی یا منفی، یا روشنی یا خاموش. وقتی با یه چیزی موافقی، مثل الان که مخالفی، اصلا نمیگی چرا. عقیدتو هیچ کس از دهنت نمیشنوه. گاهی وقتا میشی یه آدم دیگه.
مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم. تو هیچ عقیده‌ای که مال خودت باشه نداری، اما مثل کامپیوترهای خونگی شدی عقل کل خانواده. به همه کارهای من گیر میدی، دیگه خسته شدم از بکن و نکن. کی گفته تو شعورت بیشتره؟ کی گفته تو از همه عاقل‌تری؟ این همه حق تو از کجا آوردی؟ اونی که گفته زن و شوهر رو بعد یه مدت میشن شکل هم دیگه، هر کی بوده یه آدم شوخی بوده یا بیشور. خدا نیاره اون روزو. من اگه شکل تو بشم شطرق، باقی اون رو خودم رو ارث میزنم برات. من دفعه اولیه که دارم یه چیزی مینویسم. با این وجود وقتی میرسم به آدم های زندگی، پدرم، مادر تو، به عزیز یا بچه ها، دوست، آشنا، بقال، کتاب فروش، روان و راحت همه شونه می نویسم و می گذارم. اما نوبت به تو که می رسه جوهر قلم می خشکه، پیش نمی ره، می مونم. من اگه بخوام تو فیلم نامم چهره واقعی تو رو نشون بدم، فردا که فیلم بشه بیاد رو پرده، تماشاچی ها همه اوق می زنن تو سینما. کسی اگه دلش نخواد از راه سیال جریان ذهن سرکار علیه وارد عالم سینما بشه، بعد متوسط بشه به کی؟ به چی؟ تو خیال میکنی من سعی نکردم؟ صد دفعه پاکت کردم، حذفت کردم، آوتت کردم از تو فیلم نامه، دم به تو گرفتم انداختمت تو زباله دونی، پاره پورت کردم ریختمت تو سطل آشغال، اما نشده، نمیشه آخه. باز دوباره یه جوری چارچنگولی برمیگردی. زندگی تو آخه زندگی منم هست. من همه جای زندگیم با تو پر شده جهان. اما وقتی میخوام بنویسمت میبینم ذهن من از تو خالی. جهان. آه. دوره دانشجوییت آدم فروشی کردی؟ اون وقتا که بی پول بودی با اسلحه تو بانکی چیزی رفتی؟ اختلاسی چیزی کردی تو اداره؟ قبل از اینکه من زنت بشم تو جاسوس موساد بودی؟ میخوای منو لو بری؟ نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟ از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همه شونو من کشتم. حیف که تو طرز کاری. برو کنار. کجا در میری؟ نه ترس، میخوام برم آب بخورم. وحشت گلو آدم خشک میکنه. من عقبم، مدتی آدم نکشتم. من و تو امشب باید سنگامونو وا بکنیم. مدو جهان، جن پیدا شده توی خون. خداوند چه خانواده شجاعی نصیب من کرد. جایی که وایسی بارو ببین چیه. نه ترس مامان، جن کجا بود؟ زود برو تو درو ببند. اون نهنگی اوبو از جزیره یه نهنگ آورده. وقتی داشت میکشید طرف آشپزخونه ما دیدیمش. خواب دیدی؟ نهنگ چیه پسر؟ برو سجاد بگیر بخواب. شب قبل از سفرت یادت این رخت و چرک بود؟ دو هفته پیش واسه پلوی دوتا و نصفی مهمون یادت چند تا گونی سبزی آوردی؟ یا لش گاو اون شبی که واداشتی مثل قصابا پاکش کنن؟ حالا امشب به جای سوغات برام نهنگ آوردی؟ تو نمیخوای من به کارم برسم. از سفیده سحر که پا میشم تا بوق شب میشورم و میسابم و میپزم. تو میتونی پشتم ده دفعه بگی میشورم و میسابم و میپزم؟
من روزی 10 مرتبه میشورم و میسابم و میپزم، میشورم و میسابم و میپزم. من نه ماهی فروشم نه قصاب. من عین تو شباب لازم دارم. دلم به این خوشه که این فکر منه، که خط منه. بدون اینا من کی هستم؟ تو اگه کلفت میخواستی چرا اومدی سراغ من؟ یا آگهی میدادی تو روزنامه؟ تایلندی و کامبوجی و فیلیپینیش هم هست. مامان جونم داری چی کار میکنی؟ عموم میکنم بابا جون. سلام بابا. امروز چه زود تو پا شدی؟ مامان نیست؟ نه اینجا نیست، تنهایی دارم دوش میگیرم. پس مامان کجاست؟ مگه تو اتاق نیست؟ نه نبود. برو بزن ببین.
دوش تموم نشد؟ چرا بابا، حالا دارم ریش میتراشم. با اون کفا؟ آره جونم، با خمیر ریش. بابا جون در را کن، میخوام ببینمت. تو نمیتونی منو ببینی؟ چرا میتونم، تو در را کن. نمیتونی آخه، من لخت لختم. بابا من میخوام صورتتو ببینم. چقدر تو فضولی دختر، گفتم مامان اینجا نیست. تو اتاق رو گشتم، مامان تو اتاق نیست. لابد پاشده، برو تو آشپزخونه رو بگیر. بابا تو من لفتش میدی؟ آخه تمام تنم بود گند گرفته بود از اون نهنگ دیشبی؟ آره بابا جون، تو دیگه گشتم زیر میزا، دیدم مامان تو یخچال نیست، مامان تو زرد زباله نیست، همه قفسه ها رو گشتم، مامان اینجا نیست. ببین به خدا این تو نیست. کجاست پس؟ برو تو اتاق کارم بگن، دیشب غر کرده، شاید اونجا خوابیده باشه. خوابش نبرده بود، مامان زیر میز نهارخوری نبود، مامان پشت مبل نبود، کتت رو مبل بود، مامان تو جیب کتت نبود، تو جیب کتت فقط این کاغذه بود. شنگول کجاست؟ هنوز خوابه. بیدارش کن، دستتون رو بریم بشوریم، مسواکیاتتون نره تا من صبحونه رو حاضر کنم. آقای شریفی کم کم پیداش میشه. سلام عزیز، معذرت میخوام که بی خبر مزاحمت شدم. بار اولت یه نیست، همیشه عین اربا سرزده وارد میشی. آدم وقتی معذرت میخواد دیگه غر نزن عزیز. باید چطوره؟ محشر، از این بهتر دیگه نمیتونه باشه، انگار اصلا پا ندارم. آی که عوضش امروز من چهر را رفتم. کجا بودی؟ سر خاک. هر هفته میری؟ نه اتفاقا، خیلی وقت بود نرفته بودم. وقتی میری سر خاک احمد دلت با میشه نه؟ چی بگم؟ 30 سال آزگار زنش بودی، چی بگم چیه؟ نمیدونم، نه. چه زن با وفایی. چایی میکنی یا قهوه؟ بگی بشین، تو هم با اون پاد. من واسه خودم حوث قهوه کرده بودم. میدونی که تا حالا فال منو ندیدی؟ فال راست و درست اگه میخوایی برو سراغ یه فالگیر غریب،
نه دوست و آشنا. تو زندگی هر کسی یه چیزایی هست که خودش هم از اونا بیخبره، چه برسه به دوست و آشنا. تا حالا ندیده بودم از شوهرت دلخور باشی یا پشت سرش حرف بزنی. حالا که اون رفته و من موندم، اصلا نمیخوام پشت سرش غیبت کنم. اما وقتی نگاه میکنم میبینم توی یک سالی که اون رفته، از اون 30 سالی که با هم زندگی کردیم تنها تر نشدم. چه بهتر؟ این زندگی خوب و راحت ما عزیز 30 سال تموم یه چیزی کم داشت، یه چیزی که من مستحقش بودم اما تو زندگیم نبود. عشق وقتی چیزی نیست تو چجوری میتونی تعریفش کنی؟ این چیزی که من نمیتونم بگم چیه، یه چیزیه که شاید اصلا گفتنی نیست، تو زندگیت یا هست یا نیست. برو بیرون، گم شو دیگه. چه مگته؟ چی میخوای از من؟ کی اون بالا؟ اجنه. ای عزیز، این که رویاست. بلش کن، محلش نذار. چیزی گم کرده؟ آره خواهر، داره دنبال عقل خودش میگرده. عزیز، این چیزه کجاست؟ چیزه چیه؟ همین چیزه دیگه، کلش پته پهنه، یه دسته داره به این بلندی. قند شکن؟ نه. گوشکوب؟ آه، ماس ماسه. ندیدیش؟ کورشم اگه دیده باشه، تا آشپزخونه ببین نیست؟ یه کمی گوش بارد گذاشتم، ببین نسوزه. ماس ماسه چیه دیگه؟ چی میدونم، علم غیب که ندارم. شو عزیز، داره بوی خون میاد. بگیر بشین، زنجیری که نیست. دروغ نگه، همین داره میگرده دنبال دست هفنگ. دست هفنگ ما گروبا گم میشه. کجا میره؟ خودش که نمیره، من میبرم تو رخت خواب، شبا میذارم زیر سرم. این دختره از وقتی که رفته اکابر بالا خونش رو اجاره داده. رویا، عزمت خانم اومدن، عرض ادب، اومدن بهت تبریک بگن. وای عزمت خانم، معذرت میخوام، من شما رو ندیدم. آخه رنگ سیاه چشم من کور میکنه. حالتون چطوره؟ احوالتون خوبه؟ عزیز دل من، قربون اون حواس پرتت، میدونم با شوهر و دوتا بچه درس خوندن چقدر سخته. بنازم به اون پشت کارت. به تبریک میگم که تو اکابر قبول شدی. قبولیت مبارک. مرسی عزیز جون، من کنیز شما هستم. عصمت خانم خیلی ممنون، مبارک غلام شماست. قرار ما یه هفته بود، الان 10 روزه که تو اینجایی. این فیلم تو تموم نشد؟ فیلم نامه زهر مار تمومه یا نه؟ نشده، ولی داره میشه. بگی بشین عزیز، این دوا درمون میخواد، باید بره پیش روانکاو. تا دیر نشده، امشب باید از اینجا بره. هر گوری که رفت، رفت. چردته؟ برو بیرون. رویا، چی بودین؟ یه خرمگس. آه، مالوندیش رو شیشه؟ آخه سگ پدر یه هفته بود دم گوشم وزوز میکرد. عزیز، اینو ببریش دکتر. ایوا، کجا؟ برم دیگه دیره. بگیر بشین، الان میفرستمش بره.
به خاطر اونیست داره شب میشه عزیز. پس فال چی؟ حوصله‌شو داری؟ اصگار فاله، قهوه بهانه است. جهان سلام عزیز. سلام و زهر مار، کجایی تو؟ مگه قرار نبود بیایی؟ رویا مگه فارغ شده؟ بسه تو هم دیگه، دلت خوشه؟ چیه؟ سر زا رفته؟ همچین شانسی نداری، نه جونم، زنت دو قلو زاییده. خیر باشه عزیز. زود باش جهان، تا این شر به پا نکرده، بیا ببریش. دارم میام، اما تا برسم یه کمی طول میکشه. قول دادم به بچه ها ببرمشون خونه علی. اول اینجا میایی؟ بچه ها آماده شدن آخه، دم در منتظرم. ماشینم ندارم امروز، گذاشتم سرویس. گوش بگیر جان، من نمیدونم چجوری، ولی اول میایی زنتو میبری، بعد میری هر غلطی که خواستی میکنی. اول باید برم در خونه آقای شریفی ماشینشو قرض بگیرم. تا حالا تو زندگی شما دوتا من هیچ دخالتی نکردم، اما الان ببین چی میگم. دفعه دیگه اگه دعواتون شد، هر چی که میخوایی میبندی، پا میشی با بچهات میایی اینجا پیش مادر زنت. بعضی روزا هوا یه جوریه، من از بوی هوا میفهمم. چند؟ 300. پول این ترمزی که من زدم میشه؟ ترمز نه چنده مگه؟ من به اون بار سنگینه درم کردم که وایسادم آبجی. کرای شخصی هم میبرن، شما تاکسی دندونتون خیلی گرده. آبجی چیه؟ اومدی پی پول ترمزه؟ نه جونم، ترمز من فدای سرت. اومدم بهت بگم اونی که با 300 برو دروست میبره تاکسی اسمش نیست. بفر بالا. کجای ایدی؟ پشت زندون. چمه؟ دندون شما شخصی هم شده عین دندون تاکسی ها، خیلی گرده. اونم با این لکنته که همه جاش صدا میده الا بوغش. ماشین و کارمندی همینه چیشه؟ اه؟ کار شما پس مسافرکشی نیست؟ نه، این شغل دومه، من نقشه چشم. چی؟ نقشه میکشم. اه؟ چه کار گندی، شوهر منم نقشه میکشه. حالا که گمخیش در اومدیم، امشب کرای راهتون مهمون ما. عجب افتخار بیدی، شام امشبم روش. شامون تو خونه دوست داره یا بریم رستوران؟ نگهدار. هنو خیلی مونده. میگم نگهدار عوضی. تو چه زود از کوره در میره؟ این شهری که داری توش میگردی اسمش تهرونه، نه سر گردنه. اگه با نصیب همی میکنم تو ملاجتا. خیلی خوبا. رویا چته تو؟ چه کاریه؟ تا دورمون جمع نشدن بیبریم.
حالا اگه دعوتت کنم به یه شام خوب افتخار میدی؟ اگه دوست نداری تو رستوران غذا بخوریم بریم خونه. از این شوخی های هرزه من چه نشان میشه؟ بابا اون مردی که سگ به در راننده کرایه بود نه من. تو نمیبینی من کیم؟ به درک میریم خونه کوف میخوریم. چرا همه جا تاریکه؟ کسی خونه نیست. پس بچه ها؟ نه ترس، رفتن خونه علی پیش سوسن. اونجا چرا؟ قرار فردا صبح زود با هم دیگه برن کوه. تو که میدونستی من دارم میام خونه؟ بردیشون اونجا که چی؟ علی کوه نورده، نه ترس، هوای بچه ها رو داره. زبون بسای بابایی، تو این یه هفته در روز که من نبودم لابد لاغر شدن از رو گوشگی. تو حتما باید به یه چیزی پیله کنی؟ دلم واسه شون تنگ شده آخه. به همین زودی خسته شدی از دستشون؟ فرستادیشون برن کوکه تو دره پرت بشن؟ نکنه جان، میخوای از شهرشون خلاص بشی. دیگه دارم کلافه میشم ها. چیه؟ باز جن دیدی؟ اینه کی آورده اینجا؟ سرزده که نیومده، من آوردمش. من این آقا همکاریم با هم دیگه. چرا دمه در پس؟ میبردیش تو اتاق؟ تو پاشنه کفشتو گوشتی رو دنب من، اما خودت داری یه بند واق واق میکنی. هر کی نفهمه خیال میکنه من پامو گوشتن رو دوم به تو. زلزله این خونه رو زیر و بالا کرده؟ یا مغلا دیشب اینجا مهمون بوده؟ آشپزخونه بدون زن یعنی همین دیگه. این آشغالا 10 روز رو هم تلمبار شدن که من بیام بروفم و بسابم و بشورم؟ عزیز دل من، امشب و بگذر، فردا بشورو بساب. والا من تو خدمت هم که بودم، شب جمعه که میشد خودم یه طرفه به خودم آتیش بس میدادم. من سلامتی امشب انگار شب جمعه است مثلا. روح بابای صابخونه شب جمعه میاد خونه؟ کجای کاری؟ شبای جمعه از شبای دیگه دراستره؟ نه جونم، فقط یکم خلوتتره. اون مشقات رو نمیخوایی بدیم و ببینیم؟ شومینه رو آتیش کن. هوا که عالیه. خیلی سرد میشه، امشب بارون میاد. این هوا شناسی گفته؟ نه. کی گفته؟ من دارم میگم. اینی چرا گذاشتی اینجا؟ این چیه؟ این پولموله رو میگم. تو این خونه جنگ زده، تنها چیزی که سر جای خودش نیست همین کولموله منه.
در دل این ابرهای تیره تو ای آسمان بی ستاره، آیا چنان باران رحمتی هست که این ظرفهای چرب و چیل مرا بشوید؟ اسمش چیه؟ اسم کی؟ همین چیزی که نوشتی. تو چه کم حوصله‌ای؟ صبر کن حالا. آخه میخوام ببینم چه شکلیه. هیچی، یه چیزی شکل همین زندگیمون. تو این چند روز که من نبودم، من یه فیلمنامه نوشتم، تو یه زندون ساختی. انرژی مثبت یعنی همین دیگه. بعد از اون همه رنج و عذاب میخوام ببینم چی زایدی. نوشتن چه ربطی داره به زایدن؟ نفهمیدم چی شو؟ تو مگه خودت اینو نمیگفتی؟ یاد رفتی یا زیرش زدی؟ نه یادم هست، این حرفی بوده که من شنیده بودم، شاید هم یه جایی خونده بودم. حالا عقیدم عوض شد. چه عجب. نمیدونم این حرفی کی زده، ولی هر کی بوده زن نبوده، یه مرد بوده. فرقش چیه حرف مرد به حرف زن؟ مردا نیست که نمیتونم بذار، خیال میکنن درد زایمون خیلی سخته، ولی من که دو دفعه زایدم میگم نوشتن سخت‌تره، ولی اصلا مثل زایدن نیست. نوشتن مثل تولده، وقتی یه چیزی می‌نویسی دنیا میای دوباره، میشه یه آدم دیگه، اهل یه دنیای دیگه. دنیا مگه عوض میشه؟ نمیدونم، شاید این منم که عوض شدم. من دیگه اون رویایی نیستم که 32 سال پیش دنیا بود. همین امروز دم غروب خونه مادرم عزیز یه زن پیر یائسه، من دوباره دنیا اومدم. همین الانم که دارم اینا رو میسابم، همش تو این فکر هستم که ببینم اصلا من کی هستم. یه روشنفکر یا یه کلفت؟ اون طرفا تو دنیایی که توشی نفت پیدا میشه؟ نفت چیه بو گم میده؟ برو سراغ کوله موله من. اینا چیه؟ همون نایی نیست که نوشتی؟ بسوزون پشیمون نشی؟ بسوزون، همش شک نویسه. یا به دست کلید و سویچ توی دستش نگاه میکنه و مثل برق گرفته ها میگوید وای معذرت میخوام جون تو، من ندیدمش، شایدم خیال کردم کلیدای ادارته. جهانگیر بذار این کار سرمازه من تموم بشه، یه کتاب سوزونی را بندازم که کیف کنی. وای چه آتش بازیه با شکوه. گمونم بالا سکانس هشته. شبی که بچه ها آقا گرگره را ندادن تو خونه، اومد
سلام سوسن جون، چه کار خوبی کردی تلفن کردی. تلفن آورده بودم که بهت زنگ بزنم. به جون تو اگه بدونی تو این خونه چه ریخت و پاشی بود. بگو یکیشون با من حرف بزنه. خب بیدارشون کن، دلم تنگ شده واسه اون صدای بابایشون. بچه ها خوابن، گناه دارن، صبح باید پشن برن کو. میدونی الان ساعت چنده؟ خب هر وقت بیدار شدم بگو شنگول با من حرف بزن. اون وقت صبح تو خوابی؟ نه بابا، گمونم امشب باید تا صبح بیدار باشم. باید نگذره. نه بابا، کجای کاری؟ جد کرده همین امشب همش یه جا بخونه. هر جوری که عشقشه به تو چه؟ پاشو یکی از اون قرصاده بنداز بالا بگی بمیر. داشتی؟ ها؟ گوشی؟ سوسن جون یه دقیقه گوشی. این فوتوکپی بود که؟ یه نسخه بیشتر نزدم، آخه پول نداشتم. اون یکی رو گذاشتم واسه اوسام. اصلش کو؟ خط خودت. اون یکی کو؟ جام نخورد جات. ما با هم یه قراری داشتیم، کلک بی کلک. تا من نخوندم تو اون کله پوکه هیچ برنامه واسش نریز. این دیگه خط منه، اگه سر به نیستش بکنی میکشم جهان. کی بود؟ وای ببخشید سوسن جان. جهان اومد تو؟ صداشو میشنیدی؟ من از اینجا دارم میبینم اونجا چه علم شنگه ایه. خره، تا اینجاش تو برنده ای. او هر بامبولی بلد بوده زده، اما تو این جنگ داخلی تو اینجا به تو باخته. تو انگار کر شدی واسه نمیفهمی من چی میگم. رویا جون، با شوهری که افتاده تو عجل نباید تو خونه تنها بمونی. حالا که تنها موندی تو سه تا از اون ضد استراباتت بنداز بالا، تخت برو بگی بخواب. بس که آرام بخش و ضد استراب خوردم تو این دو سه ماه، دیگه معتاد شدم به استراب. وقتی دوا موا نمیخورم خوبم، راحت ترم. وقتی میخورم بدم، انگار مریضم. رویا تو خیلی قرص بودی، نکنه تو یه رویای دیگه هستی که من نمیشناسم. چیزی که منو پریشون میکنه همین، وقتی استراب ندارم این آدم های بیکار، خیال میکنم گناهکارم. یه چیزی که نمیدونم چیه زیر پوست من وول میخوره، هی رشد میکنه، شکل بگیره، اصلا انگار داره منو تسخیر میکنه. یه چیز عجیبی بگم برات، هم ازش میترسم هم بهش راه میدم. این کلاس های تفکر مثبت هست، چرا نمیری رویا جون؟ تو رفتی؟ من که نه. این اتوها رویا جون دیگه منو صاف و صوف نمیکنه، من از تو چروک خوردم. چای میخوری؟ چیزی لازمت نیست؟ برو بخواب، من هرچی خواستم خودم برم. بفرمایید. راه من آخه خیلی دوره. ته دنیا که نیست. نه، ولی همون دور و براست. چه راه خوبی. پس بفرمایید.
چپ دستی؟ از کجا فهمیدین؟ روی این کاغذهای سفید بیخط خوب صاف و تمیز چیز می نویسی. آخه تو مدرسه رو کاغذهای خط دار همیشه کج و کوله می نوشتم. دوش تموم نشد؟ چرا بابا، حالا دارم ریش می تراشم. بابا جون در واقع می خوام ببینم. تو نمی تونی منو ببینی. آخه من لخته لختم. بابا من می خوام صورتتو ببینم. دوره دانشجویی آدم فروشی کردی؟ قبل از اینکه من زنت بشم تو جاسوس موساد بودی؟ میخوای منو لو بری؟ میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟ هم به من بداری؟ الکول بازش کن، بازش کن. چیه تو درسته؟ با همین درست می‌نویسی؟ سر به سرم نذار. ما نکنی می‌زنه ما. بچه ها زنگ نزدن؟ نه. چی خریدی؟ همه جا بست است، فقط حسین آقا باز. این نون برشتتون، کره شورتون، اینم که دیگه وای خاویار اوزون برونتون،
خاویارتون رو با چی میل میکنین سرور من؟ با نارنج یا لیمو ترش؟ خوابت نمیاد؟ منو نشستی که دارم فکر میکنم به چی فکر میکردی؟ به یه چیز تازه. بازم مربوط میشه به زندگی ما دو نفر؟ به زندگی من که نه. داستان یه شهر جدیده توی جزیره دور افتاده. نیست که هنوز کسی کسی رو نکشته. این شهر جدید نه قبرستون داره نه زندون. بامزه میشه نه؟ اسمش چیه؟ ویلای جهانگیر؟ Ha 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 ha.